آیا سفر انسان به ماه دروغ بود؟ از اونجایی که فرود انسان بر ماه بیش از حد باور نکردنی بود، بعضی افراد هم به سادگی اونو باور نکردند. در عوض خیلی زیاد تلاش کردند ثابت کنند این اتفاق هرگز نیفتاده و خودشونو متقاعد کردند تمام این ماجرا جعلی بوده. این افراد که حالا مهارت تشخیص توطئه رو یاد گرفته بودند، به هر چیز دیگه‌ای شک می‌کردند و درستی اونو زیر سوال می بردن. خود تاریخ هم حالا شبیه کتابی پر از دروغ و فریب بود و دیگه کسی به اون اعتماد نداشت. سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. آیا واقعا سفر به ماه دروغ بود؟ چه دلایلی برای این حرف وجود داشته؟ لطفاً این ویدیو رو تا پایان با ما همراه باشین تا به جواب این سوال برسیم. اما ازتون میخوام لطفاً فراموش نکنید به چنل ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. پرچم در حال اهتزاز در نبود جو. یکی از معروفترین نظریه ها درباره جعلی بودن فرود انسان بر ماه که کیسینگ، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا، توی کتاب ما هرگز به ماه نرفتیم به اون اشاره کرده، اهتزاز پرچمیه که نیل آرمسترانگ و باز آلدرین در سطح سنگی ماه فرو کردند. در ویدئویی که از این صحنه موجوده، انگار پرچم در باد در اهتزازه و چون در سطح ماه اتمسفر و جریان هوا وجود نداره، برای تست تئوری پرچم تیم افسانه زدایان مدلی مشابه پرچمی که در ماه برافراشته شده بود رو درست همونطور که فضانوردان اونو توی سطح ماه نصب کرده بودند در اتاق خلا قرار دادند. بار اول این آزمایش رو توی فشار معمولی انجام دادند و مشاهده کردند تکانه کمی پرچم رو به حرکت در آورد، اما به سرعت از حرکت ایستاد. در شرایط خلا تکانه باعث حرکت شدید پرچم شد، به طوری که انگار پرچم داشت در باد تکان می‌خورد. علت اون هم نبوده جریان هوا برای کند کردن حرکت بود. این آزمایش ثابت کرد در شرایط خلا پرچم بعد از اینکه توسط انسان به حرکت در میاد، برای ادامه اهتزاز نیازی به باد نداره. نبود ستاره در عکس‌ها. یکی دیگه از شواهدی که کیسینگ برای اثبات جعلی بودن فرود انسان بر ماه در کتاب خودش مطرح کرده، نبود ستاره توی عکس‌هایی بود که ناسا از حضور فضانوردان در فضا منتشر کرده بود. از نظر تئوری پردازان توطئه، نبود ستاره در تصاویر نشان دهنده این بود که تمام عکس‌ها در استودیو گرفته شده بود، نه بر کره ماه. توجیه علمی که برای نبود ستاره در عکس‌ها ارائه شده تایید می‌کنه توی سطح ماه نبود جو دید فوق‌العاده‌ای از کیهان پرستاره ارائه میده، اما تمام مدتی که فضانوردان در ماه بودند روز بوده. در نتیجه سطح ماه، فرودگر و خود فضانوردان اونقدر توسط خورشید نورانی شده بودند که نور ضعیف ستارگان توی تصاویر قابل مشاهده نیست. به گفته جیمز اوبرگ، مهندس عملیات پرواز فضایی برنامه شاتل‌های فضایی ناسا، تئوری نبود ستاره در تصاویر یکی از احمقانه‌ترین استدلال‌های کیسینگ بوده. عکس‌های بی‌عیب و نقص. نظریه دیگه مطرح شده توی کتاب کیسینگ به این نکته اشاره میکنه که دوربین‌های هاسلبلاد که فضانوردان با اونها از حضورشون بر سطح ماه عکس گرفتند، در جلوی سینه اونها قرار داشته و هیچ نمایابی هم نداشته. با این شرایط فضانوردان چطور تونستند عکس‌های بی‌عیب و نقص با زاویه دید عالی بگیرند؟ در جواب این تئوری گفته شده که تمام عکس‌های ثبت شده توسط فضانوردان بی‌عیب و نقص نبودند. در آرشیو ناسا تصاویر بی‌کیفیت و تاری وجود داره که منتشر نشدند و فقط عکس‌های با کیفیت منتشر شدند. در ضمن فضانوردان قبل از سفر به ماه به اندازه کافی با دوربین‌های هاسلبلاد عکس انداخته بودند.
لنزهای زاویه گسترده این دوربین ها فوکوس کردند و ثبت بخش های بیشتری از منظره رو ساده تر می کردند. سایه های ناموازی. نظریه معروف دیگه ای که توی کتاب ما هرگز به ماه نرفتیم مطرح شده میگه در بعضی از عکس ها سایه ها در موازات همدیگه نیستن. از اونجایی که توی ماه فقط منبع نور خورشیده، تمام سایه ها باید در موازات همدیگه باشن. در نتیجه این تصاویر در استودیو و زیر نور افکن ها ثبت شدند. برای تست سایه های ناموازی تیم افسانه زدایان این بار ماکتی در مقیاس کوچیک از محل فرود فضانوردان در ماه ساختند و از نورافکنی در دوردست به عنوان خورشید استفاده کردند. این تیم بعدش در این لوکیشن ساختگی عکس برداری کرد و مشاهده شد مثل نظریه تمام سایه ها در امتداد هم بودند. در رد این تئوری همچنین گفته میشه در طول حضور فضانوردان توی ماه خورشید الزاماً تنها منبع نور نبود، بلکه فرودگر و لباس فضایی فضانوردان هم از خود نور پخش می کرده. 5. رد پا بر ماه. از نظر بعضی نظریه پردازان توطئه، عکس هایی که ناسا از رد پای فضانوردان بر سطح ماه منتشر کرده در نبود رطوبت به طرز غیرقابل انتظاری به خوبی شکل گرفته و حفظ شدند. در خلا و محیط بدون رطوبت نمیشه انتظار داشت رد پایی با این درجه از وضوح شکل بگیره. در رد این نظریه گفته میشه که خواص خاک ماه به طور قابل توجهی با خصوصیات خاک زمینی متفاوته و ذرات تشکیل دهنده اون لبه های تیزی داره. در نتیجه این ذرات حتی بدون رطوبت به هم میچسبن و شکل خودشون رو حفظ میکنن. فضانوردانی که به ماه رفته بودند خاک اونجا رو به پودر بچه یا ماسه مرطوب تشبیه کرده بودند. نظریه های توطئه همیشه وجود داشته. حالا شما به ما بگین در مورد نظریه وجود حرف سی روی تک سنگی بر روی ماه چیزی شنیدین؟ نظرتون راجبه نظریه توطئه این روزها در مورد واکسن کرونا چیه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگر این ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنین لایک کنین و به دوستانتون معرفی کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.